در خط خبرها. ادامه راه کمیشنران که از دید رئیس جمهوری در بی‌کفایتیشان شک نیست. در انتخابات ریاست جمهوری هم استفاده از فناوری بایومتریک ناممکن است. به این معنی که انتخابات آینده ما با مشکلات مواجه است و تاریخ تأخیرشان به معنا و بی‌فایده بود. امریکا از شریک راهبردی افغانستان تا تمویل طالبان. پنتاگون در بودجه سال 2020ش هزینه سفرهای نمایندگان طالبان در جریان گفتگوهای صلح را نیز شامل کرده است. فکر میکنم این باز در حق ظلم است بر روند صلح افغانستان. 2018 خونین ترین سال برای کودکان افغانستان. بیش از 80% مرگ و میر کودکان افغان ناشی از سلاح‌های منفجره بوده است. در دو سال گذشته از 10 کودک 8 کودکش قربانی جنگ و همچنان قربانی و شعله‌ورتر شدن آتش نبرد در یمن همزمان با تنش‌های ایران و امریکا. درود، با مجموعه خبرهای 5:30 از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. در انتخابات ریاست جمهوری از دستگاه بایومتریک استفاده نخواهد شد. در فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات که در دسترس تلویزیون یک قرار گرفته نشان می‌دهد که استفاده از فناوری بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری آینده ناممکن است. همچنان در فیصله نامه کمیسیون مستقل انتخابات تاکید شده که فهرست قبلی رای دهندگان انتخابات پارلمانی بار دیگر مورد تایید و پس از اصلاحات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سفارت آمریکا هم از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات در 20 سور فیصله کرده که فقره دوم ماده 19 تعدیل قانون انتخابات قابل تطبیق نمی باشد. در فقره دوم ماده 19 تعدیل قانون انتخابات آمده است که در تمام مراحل انتخابات به شمول ثبت نام رای دهندگان از تکنولوژی و بایومتریک استفاده صورت می‌گیرد. اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که استفاده از سیستم بایومتریک ناممکن است. یقیناً احزاب سیاسی و همچنین تیم‌های انتخاباتی در قبال پروسه انتخابات حساس است و ما در ارتباط بار دیگر رایزنی خواهیم کرد. سفارت آمریکا نیز از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. سفارت آمریکا در خبرنامه از کمیسیون انتخابات خواسته است که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات با ویژه طرح عملیاتی، بودجه، استخدام و آموزش کارمندان را روی دست گیرد. نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به ناتوانی در کار برگزاری انتخابات می کنند و تاکید دارند که تاکنون هیچ گونه آمادگی لازم در این باره گرفته نشده است. انتخاباتون به میزان بود یک مشکل کلان سیاسی رو در کشور شکل دادن بین رئیس جمهور و حکومت در مجموع و با تکتای انتخاباتی که شکل گرفتن و تکنولوژی رو استفاده نمی کنن، یا به این معنی که انتخابات آینده ما با مشکلات مواجه است و تاریخ تأخیرشان به معنا و به فایده بود و کسی نیستم که پرسان بکنه از این جنابا که شما چی میکنید و داخل اقدام را میکنید. به باور آگاهان، اگر اراده سیاسی برای استفاده از بایومتریک در انتخابات وجود میداشت، ثبت نام بایومتریک رای دهندگان تا زمان برگزاری انتخابات دور از امکان نیست. حالا اگر بایومتریک واقعی باشه، بایومتریک آنلاین باشه، ممکن است؟ چرا نیست؟ و به شرط که اراده سیاسی باشه که کار بکنه و مردم را غافل نکنه. استفاده از تکنولوژی در انتخابات و تایید فهرست رای دهندگان بر اساس بایومتریک از طرح‌های اسپای سیاسی بود. حال دیده شود که این اسپا در برابر عقب نشینی کمیسیون مستقل انتخابات چی واکنش نشان خواهند داد. امریکا می‌خواهد هزینه سفرهای که نمایندگان طالبان در جریان روند گفتگوهای صلح انجام می‌دهند را بپردازد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک سخنگوی کمیته دفاعی مجلس نمایندگان این کشور نگاشتند که پنتاگون در بودجه سال مالی 2020 برای پشتیبانی از تلاش‌های صلح به شمول پشتیبانی لوجستیکی از اعضای طالبان پول درخواست کرده بود است. اما کمیته دفاعی مجلس بودجه دفاعی سال 2020 را 690 میلیارد
میلیارد دلار تصویب کرده و هر گونه پشتیبانی مالی از طالبان را منع قرار داده است. شمار از آگاهان میگویند که این اقدام آمریکا وابستگی طالبان به این کشور و بی‌اعتمادی واشنگتن به کابل را نشان می‌دهد. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نمی‌کند. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک سخنگوی کمیته دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا نگاشتند که دولت ترامپ تلاش کرده است که هزینه سفرها و فعالیت‌های طالبان در جریان گفتگوهای صلح را بپردازد. بر بنیاد این گزارش‌ها پنتاگون به مجلس نمایندگان بودجه سالانه‌ای را پیشنهاد کرده که در آن هزینه سفر، خوراک، مکان بودوباش و خدماتی که به طالبان ارائه می شود نیز شامل است. اما کمیته دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بودجه دفاعی سال 2020 را 690 میلیارد دلار تصویب کرده که هر گونه پشتیبانی مالی از طالبان در آن منع قرار داده شده است. پیش از این مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که اگر طالبان از طریق گفتگو حاضر به صلح نشوند، فشارهای نظامی را نیز بر این گروه بیشتر می‌کنند. اما آگاهان اکنون به این باورند که آمریکا نه تنها به طالبان فشار وارد نمی‌کند، بل به این گروه امتیاز می‌دهد. یک نوع جنگ تبلیغاتی می‌کنه علیه طالبان که طالبان وابسته به اوست. سوم، نشان دهنده این امر است که دیگر دولت ایالات متحده آمریکا بر کابل و دولت کابل اعتماد خود از دست داد. که بخاطر پرستیج دادن طالبان باشه و اینکه امکانات و امتیازاتی که بدون ما نتیجه به واد داده بشه فکر میکنم این باز در حقیقت ظلم است بر روند صلح افغانستان. در همین حال در شش دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر تا کنون در موقف طالبان در پیوند به صلح در افغانستان هیچ تغییر دیده نشده و این گروه آتش جنگ را در میدانهای نبرد بیشتر از پیش داغ کرده است. آنچه روند صلح را پیچیده تر و معمایی ساخته و نگرانی های زیاد را نیز به وجود آورده است. حکومت افغانستان تا کنون در مورد این گزارش ها چیزی نمیگوید. با گذشت هر روز معمای افغانستان پیچیده تر میشه. متاسفانه مردم افغانستان یگانه قربانیان هستند که هیچگاهی از سرنوشت خود مطلع نخواهد شدند. سیاستمداران افغانستان پیهم با سرنوشت ملت و کشور در یک بازی بسیار نامانوس و خیلی هم منفور آغشته شدند. ظاهرا آمریکا بار دیگر تلاش‌های منطقه‌ایش را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در افغانستان از سر گرفته است. روز گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور درباره صلح افغانستان رایزنی کرده است. در دو سال گذشته 84% مرگ و میر کودکان از بابت سلاح‌های منفجره و پرتاب موشک بوده است. سازمان جهانی پشتیبانی از کودکان یا سیفتی چلدرن با ابراز نگرانی از شمار تلفات کودکان در درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی می‌گویند سال 2018 میلادی مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده است. این نهاد در 100مین سالگرد تأسیسش کارزار را برای بهبود وضعیت کودکان افغانستان روی دست گرفته است. نرگس هورخش جزئیات می‌دهد. دو نسل متفاوت، اما روایت‌هایشان یکسان است. جنگ. جنگی که ریشه عمیقی در زندگی مردم افغانستان دارد. 3 سال پیش یک حمله انتحاری جان پدرش را گرفت و قدرینا را یتیم کرد. مال کودکا پدرشان از دست دادن. ما از خدا و از این کس که جنگ میکنه میخواییم که دیگر جنگ نشه، جنگ نکنن. قصه ماه گلما از جنگ کهنه است. از وقتی کودک بوده تا حالا که 50 سال دارد در جنگ زندگی کرده. در این سالها جنگ 4 پسر و همسرش را از او گرفته است. روز به روز جنگ زیاد میشه. 21 سال میشه که می جنگ است، جنگ است، جنگ است. 30 سال میشه که شوروی آمده بوده. شوروی رو افتالای حمید کرزای شوش دو چی بود؟ نجیب بود، دکتر نجیب بود، کلاگی بود. جنگ های بیوقفه ای که بیشتر از همه از کودکان قربانی گرفته، بسیاری ها را به کام مرگ فرو برده و شماری را هم معلول کرده و یا هم دست کم از درس و مکتب محروم کرده است.
در این میان اما پرتاب موشک و ماین‌های دستی بیشترین قربانی را از کودکان گرفته است. جنگ‌های طولانی و دیرینه از سوی حمله‌های تروریستی از صدها شهروند افغانستان قربانی گرفته، هم از پیر و جوان و زنان و کودکان. در این گورستان هم بسیاری از کسانی که به خاک خوابیدند آنهایی هستند که در اثر جنگ و درگیری جانهایشان را از دست دادند. با این حال برخی از نهادهای داخلی و بیرونی پا به میدان گذاشتند تا زخمها و خاطره های تلخ جنگ را از ذهن نسل نو افغانستان بیرون کنند. سازمان جهانی حمایت کودکان یکی از همین نهادهاست. این سازمان در 100 سالگرد تأسیسش کارزاری را راه انداخته که تمرکز اصلی آن روی حفاظت کودکان در جنگ جاری میان حکومت و مخالفان آن است. هرچند که هنوز هم رقم تلفات کودکان در افغانستان بلند است. کمپاین اما هدف اساسیش مسئولیت کودکان در جنگ است. متاسفانه افغانستان کشوری که در 2 گذشته از 10 کودک 8 کودکش قربانی جنگ و همچنان قربانی حملات و اسلحه‌های منفجر شده است. 2017 و 2016 سالهای این دو سال مرگبارترین سال برای کودکان متاسفانه ثبت شد. سازمان جهانی حمایت کودکان میگوید تلاش میکند زندگی مسئول برای کودکان افغان فراهم آورد، اما زیر سایه سنگین کشمکش های خونین رسیدن به زندگی عادی و آرام ناممکن جلوه می کند. تنها با هزینه 1 روز جنگ می توان یک بیمارستان پیشرفته ساخت. رئیس اجرایی حکومت می گوید هرچند تلاش های در بخش بهبود وضعیت بهداشت در کشور انجام شده، اما جنگ سبب کندی پیشرفت در این بخش شده است. با گفته عبدالله عبدالله امکنون بیشتر کمک های خارجی به جای اینکه در بخش توسعه مصرف شوند، هزینه جنگ روان در کشور می شوند. از سوی وزیر صحت عامه هم می گوید که بازار دارو در افغانستان سالانه به 600 میلیون دلار می رسد و در حال حاضر نزدیک به 15% این داروها در داخل کشور تولید می شود. سایه سنگین جنگ بر بهداشت. عبدالله عبدالله می گوید که تنها با هزینه 1 روز جنگ می توان یک بیمارستان پیشرفته ساخت. رئیس اجرایی کشور هرچند می پذیرد که بیمارستان های معیاری و مطابق نیاز هنوز هم در کشور وجود ندارد، اما می گوید که اقدام های در این زمینه انجام شده است. هنوز هم افغانستان متاسفانه متکی به کمک های خارجی است. هنوز هم بیشترین پول افغانستان در سایه امنیتی مصرف میشه. پولی که 1 روز در جنگ سپری میشه، یک شفاخانه بسیار خوبه میتونه که در اختیار ما قرار بده. وزیر صحت عامه هم میگوید افغانستان در بخش تولید دارو به پیشرفت های دست یافته است. 3 سال پیش 95% داروهای مورد نیاز از خارج کشور وارد میشد، اما هماکنون 41 کارخانه تولید دارو در داخل کشور میتوانند نزدیک به 15% داروهای مورد نیاز را تامین کنند. به گفته وزیر صحت 22 کارخانه دیگر هم به زودی فعال خواهد شد. اتحادیه صنعت تولید دوا با همکاری وزارت صحت عامه تانسته در ظرف 3 سال اخیر در حدود 60 فابریکه را در افغانستان زمینه سازی کنه که از جمله 40 فابریکه فعال است، تولید میکنه و ما را 15% دوار، یعنی 15 قلم دوار نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه. اتحادیه صنعت دارویی و محصولهای بهداشتی اما از تعرفه بلند مواد خام تولید دارو، نبود پارکهای صنعتی اختصاصی و نبود بیمه شکایت دارند. همچنین از حکومت میخواهند که واردات داروهایی که داخل کشور تولید میشود را ممنوع کنند. با تطبیق 100% منع قرار دادن 15 قلم ادویه متذکره، دستاوردی بسیار مهم جلوگیری از قاچاق اقلام مشابه در مارکت افغانستان خواهد بود که قاچاق ادویه و آن هم ادویه بدون کیفیت چالش بسیار بزرگ در مارکت دوایی افغانستان است. بر اساس آمارها در حال حاضر بازار دارو در کشور 600 میلیون دلار در سال می رسد. مقام های وزارت صحت عامه می گویند که برای پیشگیری از واردات داروهای کم کیفیت با نهادهای دارویی کشورهای صادرکننده تفاهم شده است که پیش از وارد شدن به افغانستان این داروها را بررسی کنند.
هند دو چرخبال جنگی می-35 را به نیروهای هوایی افغانستان سپرد. این هواپیماها از بلاروس خریداری شده و امروز در محفل از سوی هند به وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. این وزارت در اعلامیه گفته که دو چرخبال دیگر نیز از همین نوع به زودی خریداری خواهد شد. همزمان دو عضو پاکستانی گروه داعش با 3 خانم و 9 فرزندشان در ننگرهار به نیروهای امنیت ملی تسلیم شدند. آنان در ولسوالی اچین ننگرهار فعالیت داشتند و حالا والی ننگرهار اما میگوید آنان از طریق سفارت به خانه‌شان یعنی به پاکستان تسلیم داده می شود. یکی از اعضای تسلیم شده داعش میگوید در پاکستان برایشان گفته شده بود که در افغانستان نظام کفری حاکم است و در اینجا باید جهاد شود. همزمان نیروی امنیت ملی در این ولایت 3 شهروند پاکستانی دیگر را با بیش از 3000 کیلوگرم مواد انفجاری بازداشت کردند. برگرداندن به آغوش خانواده سزای هراس افغان تسلیم شده. اینان اعضای خانواده دو عضو پاکستانی گروه داعشند که در ولسوالی اچین ننگرهار فعالیت داشتند. حالا خودشان را به نیروهای امنیت ملی تسلیم کردند. آنها می گفتند در افغانستان نظام کفری است و باید در آنجا جهاد شود و خلافت برپا شود. می گفتند جهاد در قرآن گفته شده. ما هیچ چیزی نمی دانستیم. والی ننگرهار می گوید اینان از راه سیاسی به کشورشان برگردانده خواهند شد. دری خزی و نه ما شمان چه داد اچین پسیمایی که فعالیت درلوده او داد پاکستان در پنجاب اوسیدون که دی دا ملی امنیت تسلیم شوی دی چه تاسی ولیدن دا با دخبل و مراجعه و دلاری پاکستان تا دسپاک دلاری تسلیمی گی. همزمان با این رویداد 3 شهروند دیگر پاکستان نیز با بیش از 3000 کیلوگرم مواد انفجاری در این ولایت بازداشت شدند. تقریبا 3000 و 1000 کیلوگرم انفجاری مواد چه امونیم نایتریت و سودیم دی چه دا یوزیکی گی بیا مهم نتیجو لیگی دا دری کسو پشمول چه او کسی اغا سره که کار کهو و اغا دا پاکستان ده اغا نیول شوه ده چه دا دغا قسم دا بابونو پا جوری دلو که لاست درلوده. این که چرا این دو عضو گروه داعش با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیت ملی تسلیم شدند را جز خودشان کسی نمیداند. اما تصمیم حکومت محلی در پیوند به تسلیم دادن اینان به پاکستان و بازگرداندنشان به جایی که متهم به پشتیبانی از هراس افغانان است میتواند نگرانی هایی را از پیوستن دوباره اینان به گروه های هراس افغان به وجود آورد. نمایندگان مجلس موفق به انتخاب رئیس این مجلس نشدند. میرویس یاسینی، میررحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی و عمر نصیر مجددی برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نمایندگان خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یکی نتوانست آرای لازم را به دست بیاورد. در نشست امروز 242 نماینده اشتراک کرده بودند و رسیدن به کرسی ریاست مجلس هم به 122 رای نیاز بوده. قرار است در دور بعدی انتخابات به روز شنبه میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شود، زیرا این دو نامزد آرای بلند داشتند. ادامه خبرها. نخستین محموله صادراتی کشور از راه لاجورد به آذربایجان فرستاده شد. اتاق تجارت میگوید که 120 محموله سنگ مرمر با گذر از بندر آقینه وارد ترکمنستان و از آنجا به آذربایجان منتقل خواهد شد. آذربایجان علاقمند خرید فرآورده های کشاورزی و معدنی افغانستان است و به تازگی کابل و باکو تصمیم گرفتند داد و ستودشان را افزایش دهند. گشایش بازار تازه برای فرآورده های داخلی کشور. 5 موتر حامل سنگ مرمر به طرف آذربایجان حرکت کردند. این موترها از طریق راه لاجورد و بندر آقینه فرآورده های داخلی کشور را به باکو پایتخت آذربایجان انتقال می دهند. اتاق تجارت می گوید با سهل شدن ویزه بازرگانان کالاهای بیشتر با آسیای مرکزی به ویژه آذربایجان صادر خواهد شد.
ما پیلا نیزاپاس 50 کانتینر در دا هرات داریم که را از رای لاجور روان بکنیم، مگر کسی برش ویزا نمیده. مشکل وزارت تجارت نیست. پیشنهاد ما ای هستند که شما به حیث یک مسئول و نماینده خاص رئیس جمهور توجه رئیس جمهور را به این خاطر می خواهیم که باید تمام وزارتخانه که در این شریک است باید کمپلکسی اجرات بکنند. افغانستان و آذربایجان به تازگی تصمیم گرفتند که روابط بازرگانیشان را گسترش دهند. این کشور علاقمند خرید مواد معدنی و فراورده های کشاورزی افغانستان است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که با باز شدن بازار آذربایجان بروی فراورده های داخلی صادرات کشور افزایش خواهد یافت. که این معمولا مارکت باز میکنه برای جنس افغانستان در مارکت آذربایجان. دوم، چون 100 تن مرمر شامل این محموله است، این نشان میده که سکتور مادن هم حرکت میکنه. و سوم که این برنامه، رقم برنامه دلیز هوایی کالانتر میشه. من این اطمینان بر سکتور خصوصی میتونم بکنم که از این طرف، از این راه زمینی در سالهای آینده زیادتر صادرات میکنیم. این سومین محموله از فراورده های داخلی کشور است که با آسیای مرکزی و اروپا فرستاده می شود. در تازه ترین آمار اتاق تجارت حجم دادستد افغانستان و آذربایجان بیش از 3,200,000 دلار تخمین شده است و انتظار می رود میزان تجارت این دو کشور از طریق راه لاجورد افزایش یابد. خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه. خوش آمدید. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، نبردها در یمن هم شدت گرفته است. در تازه‌ترین مورد ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، اهداف در صنعا پایتخت یمن بمباران کرده است. این حمله ها ظاهرا در واکنش به حمله حوثی ها بر تأسیسات نفتی ریاض انجام شده، حمله هایی که سبب بلند رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. امریکا ایران را مقصر این حمله ها می داند و از این کشور می خواهد که پشتیبانی تسلیحاتی اش از حوثی ها را متوقف کند. تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن تنور جنگ و اختلاف را در سراسر خاورمیانه داغ‌تر از پیش کرده است. ریاض ظاهراً حمله دروز پیش حوثی‌ها بر تأسیسات نفتی این کشور را این گونه تلافی کرد. بمباران دستکم 9 مرکز نظامی حوثی‌ها در صنعا. شمار دقیق تلفات این حمله‌ها تا کنون مشخص نیست. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان در بیانیه‌ای گفته که می‌خواهند توانایی‌های حوثی‌ها برای انجام اقدام‌های خصمانه را خنثی کنند. گرچند ریاض و واشنگتن ایران را با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از این گروه متهم می‌کند، اما حوثی‌ها می‌گویند تهران هیچ نقشی در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان نداشته و این حمله‌ها با هواپیماهای بی‌سرنشین انجام شده که در داخل یمن ساخته شدند. حمله هایی که سبب افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شد. حوثی ها باید حمله هایشان بر شهروندان یمن و همسایه هایشان را متوقف کنند. ایران باید از پشتیبانی تسلیحاتی این گروه دست بردارد تا این گروه نتواند چنین حمله های انجام دهد. حمله های پسین بر تأسیسات عربستان سعودی نمونه آشکار بی‌ثبات سازی است. با وجود این حمله ها، سازمان ملل اما از اقدام حوثی ها برای تخلیه بندر هدیده بر اساس توافق چشماپیش این گروه در پایتخت سویدن ستایش می کند.
نماینده ویژه این سازمان در عین حال تاکید میکند که این تنها آغاز کار است. این لحظه خیلی مهم و شایسته ستایش است، چون این فرصت‌هایی در گذشته وجود نداشته است، اما این تنها آغاز کار است. این تلاش‌ها باید ادامه یابند و من مطمئنم که طرف‌های درگیر اقدام‌های جدی را برای انجام تعهدهای انجام خواهند داد که در استکهلم دادند. از سوی نیویورک تایمز گزارش داده که تصویرهای فضایی از بارگیری موشک در قایق‌های نظامی ایران سبب شده که آمریکا تصمیم بگیرد ساز و برگ نظامیش در خاورمیانه را افزایش دهد. بنابراین گزارش، نیروهای نظامی آمریکا بر اساس این اطلاعات نتیجه گرفتند که با تهدیدهای جدی و جدید از سوی ایران روبرو شدند. کره شمالی با بدترین خشکسالی در 3 دهه پسین دچار شده است. کره شمالی از شهروندانش خواسته که با تأثیرهای بد خشکسالی روی محصولات کشاورزی مقابله کنند. سازمان ملل متحد هم پیش از این گزارش داده بود که نزدیک به 10 میلیون شهروند کره شمالی به کمک‌های فوری غذایی نیازمندند. در دهه 90 میلادی صدها هزار نفر در این کشور بر اثر قطعی شدید جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این کشور در این سال گواه کمترین میزان بارندگی از سال 37 از سال 37 گذشته به این سو بوده است. تازه های ورزش هم با ظاهر نوری. ورزشکاران ولایت پکتیا حکومت را به بی‌توجهی در قبال ورزش متهم می‌کنند. آنان تاکید دارند که برای ورزشکاران این ولایت کارهای معیاری در ورزش صورت نگرفته است. ترڅو کولی شي ځوانان په دې برخه کې د لاش په تشویق خاطر باندې اقتصادي برخه باندې عملي برخه باندې دوی یغو کې امکانات ته برابر تجارانو موږ دا غواړو چې هغه ورزشکاران واقعا چې پکتیا ته او افغانستان ته یو نوم کمایي کوي، یو نوم ګټي، هغه سپانسر کړي. با این حال مقام های محلی در پکتیا ضمن پذیرفتن مشکلات ورزشکاران تاکید دارند که به مشکلات ورزشکاران رسیدگی خواهد شد. یو عمومی تالار لري چې 3000 نفر په وخت کې زیاتلای شي، چې په کې مختلف په برخو سپورت هم کېدلای شي او غټي ملي ورځو لپاره جرګې مرګم کې کېدلای شي او په عین حال کې دوه طرفو ته جمنازمونه سپېغو کې ورلس ورزشي برخه سپورت کې دوه جمنازمونه څنګه تلري. هم اکنون حدود 37 فدراسیون ورزشی در پکتیا فعالیت دارد. گفته می شود که بیش از هزاران تن ورزشکاران در قالب رشته های مختلف ورزش می کنند. نخستین دور رقابت های پارا تکواندوی تیم ملی افغانستان شب گذشته در کابل راه اندازی شد. در این رقابت ها 12 ورزشکار از 3 ولایت مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت چهره های برتر این دور مسابقات جهت حضور به مسابقات پارا تکواندوی قهرمانی آسیا که تا 2 ماه دیگر به میزبانی اردن برگزار می شود انتخاب شدند. در پایان این رویداد کابل با کسب 39 امتیاز قهرمان شد. بلخ با بدست آوردن 7 امتیاز نایب قهرمان شد و پکتیا نیز با 3 امتیاز مکان سوم را به خود اختصاص داد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. خدا نگهدار.